سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کوهن ناصر شاهین پر هستم در جلسات گذشته در گفتارهای گذشته سعی کردم تا حدودی خیلی, خیلی خیلی کمرنگ و رقیق اوضاع اجتماعی باورها و سطح فرهنگی جامعه ایرانی رو ما از قرن پنجم تا دهم ده در این 500 سال زیر نظر داشته باشیم تا اونجا که میتونیم شرحش بدیم بشکافیمش و دیدیم که دین به صورت یک مذهب خاص شافعی که باز یک شعبه ای از مذهب شافعی که اون گروه اشاعره بودند اشعری به ضرب شمشیر و چوب و چماق و آتیستزی خانه های مردم و کشتار و این حرف ها در ایران جا افتاد که نظریه پردازش امام محمد قزالی بود و نیروی اجرایی هم که پشت سرش بود خاج نظام ملک بود که با ساختن اون مدارس متعدد نظامیه فقط این نوع آدم ها و این طرز فکر رو تربیت می کرد و این این افرادی می‌فرستاد به سایر مدارس و همینطور در دستگاه های دولتی و به هر حال صاحبان عقاید مختلف دیگر رو کاملا در تعینا قرار دادند و به سکوت راندنشون و جهان ایرانی به یک جهان تک صدایی تبدیل شد. در این جهان تک صدایی هم جز خرافات جز یاوه که انسان راه به جایی نمیبره باهاش توش فراوان بود اگر شما دقت به احکام امام محمد غزالی مراجعه کنید و عرض بنده می رسید که ایشون کوچکترین تحول رو بر نمی تافت در زندگی یک نمونه کوچک به شما بگم و از روش رد چند برم اون این بود که مردم یه ماده ای رو پیدا کرده بودن که باهاش ظرف میشستند دوستان همسن و سال من خوب به یاد دارند که قبل از اینکه پودرهای رخشویی به ایران بیاد خانه ها از یه ماده به نام چوبک استفاده میکردن یه چیزی بود شبیه خاکره و این نمکی ها این دورگرد ها می اومدن نون و خشک و کنه پاره می گرفتن به جاش چوبک می دادن و زنهای خانه با این چوبک ظرف می شستند من دقیقا یادم یه چیزی بود کاملا شبیه خاکره در قرن ششم در قرن پنجم در زمان آقای قزالی مردم یک چنین چیزی رو گیر آورده بودن اسمش هم بود اشنان که ما نمیدونیم اون چه ماده ای بوده به هر چیزی بوده مترقی تر از چوبک نبوده دیگه با اون ظرفاشونی میشناسن آقا حکم کرده که مصرف اشنان حرام است ظرفتون رو با خاک و آب بشورید این میزان عقب ماندگی این میزان عدم تحول این میزان مقاومت در مقابل کوچکترین حرکت اجتماعی معلوم است که جامعه رو چه جور ساکن نگه میداره اگر به قهقرا نبره شرایط اجتماعی مردم ایران رو احکام دینی تعیین میکرد این رو همیشه به یاد داشته باشیم ما جز احکام دینی چیزی دیگری برای راهبرد اجتماع نداشتیم نه در ایران در کل جهان در مغرب زمین هم کلیسا این کار را انجام دادی و به تمام امور شخصیه مردم هم دخالت میکرده و از هر گونه ابداعی و پیشروی هم به سختی مقاومت میکرده در ایران هم چنین بوده در چنین دوره ای که فقط یک صدا وجود داره و بقیه صداها اگر ایمان قلبی هم دارند مثلا مثل شیعیان در حال تقیه زندگی می کنند که خود این تقیه اگر به کنهش برید می بینید که اشاعه دهنده درویی دروغگویی و انواع این نوع کلمات هست اینی که من خودم رو اینجور به شما معرفی میکنم اما در باطن میدونم که جوری دیگری هستم من به شما میگم من این باور رو دارم ولی در باطن باورم متضاد این حرفی است که میزنم خب این در فرهنگ یک جامعه وقتی تصریف پیدا کرد به همه یا به گروه های عظیمی از مردم پایریزی ریزی یک نوع بحران اخلاقیه همینطور تقیه برای اینکه یک لحظه تو کشته نشی جایز بوده ولی حالا شرایط به شکلی شده که در تمام عمرت باید تقیه کنی که کشته نشی در تمام عمرت باید تقیه کنی که بتونی برای زن بچه تلقه نون ببری تو خونت یا آدمی به نام استرابادی در نظامیه تدریس می شاگردان و مریدان بسیار زیادی هم داشته و شاگردانش هم بسیار دوستش می ایشون رو از نظامیه بغداد اخراج می به دلیل اینکه یک مقدار افکارش به شیعیان نزدیک بوده حالا قسمت دومش هم بگم خالی از لطف نیست اون این است که در موقع خداوزی به شاگردانش میگه که از من پیروی نکنید اگر بخواهید که از من پیروی بکنید و افکارتون و عقایدتون رو ابراز بکنید مجبور میشید که در خانه کرایه‌ای زندگی کنید و خودتان بروید نان بخرید شما را حدیث مفصل بخوان از این مجمل که جامعه روحانیت جامعه اهل دین دین فروشان طوری وضعیت براشون تنظیم شده بوده که بهشون خانه میدادند نونشون هم می بردن در خانه بهشون میدادند یک مقام روحانی بلند نمی شده بره نون گوشت حبوبات بخره اینا را هم در خانه میوردن بهش میدادند چرا؟ برای اینکه این که ما میگیم بگو این خصلت هم در جامعه روحانیت ایران باقی ماند حالا که در گذشته چنین نبود در گذشته به استثنای موبدان بزرگ که با دربار سر کار داشتند و به مقامات بالا رسیده بودند بقیه موبدان کار میکردند بیل میزدند آبیاری میکردند کشاورزی میکردند دامداری میکرد یه کاری میکردند اینطور نبود ولی این تحول تدریجیش در ایران به این شکل میشه که آقای استرابادی به شاگردانش میگه حالا از بحث خارج نشیم ما در دوران تیموری بودیم و من علاقه من بودم که یک جمبندی بکنم از این دوران تیموری این آدمی که م... جمع تمامی ازداد بود و به شدت ریاکارانه خودش رو مذهبی ارائه میداد نوعی مذهبی ارائه میداد که حتی خدا رو با لفظ مغولی میگفت نمیگفت خدا، میگفت تنکری و کتابی برای خودش تهیه کرده بود به نام تزوکات در این تزوکات تمام دستورات آداب دینی و مملکتداری و همه رفتارها رو هم نوشته بود و در این کتابش هم گفته بود که ما می بایست که به اولاد پیغمبر احترام بگذاریم این قضیه به اولاد پیغمبر احترام گذاشتن منشه تحولات عظیمی در ایران میشه البته به این کار عمل هم میکرده و از موقوفات چیزهایی هم به اولاد پیغمبر میداده در حقیقت این داستان که بعضی میگن ما سیدیم و سیدها احترام دارند از این زمان شروع شده تا پیش از این چیزی به این عنوان و به این شکل متداول نبوده در ایران حالا احترام به فرزندان محمد و کسانی که شجر نامه هاشون نشون میده که یک جوری وصل میشن به معصومین و به دوازه امام و چه و چه اینها همه قابل احترام اینها نباید که خمی به ابروشون وارد بشه باید از محل موقوفات هم به اینها کمک کرد به اینها کار داد اگر کاری نیست پول داد زندگی داد این رواج پیدا میکنه در ایدان از اجتماعیش این بوده که کسانی که در تقیه زندگی میکردن مثل شیعیان اینا ظاهر میشن و با جرأت شروع میکنن به یارگیری کردن تبلیغات کردن فعالیت کردن از این زمانه که شیعیان که پیوسته در ایران بودند نوز میگیرند. به اشتباه نندازمتون ما یک شیعه دیگه هم داشتیم مثل اسماعیلیه که اونها قوی بودند جنگنده بودند و قلاع متعددی رو که فقط قلعه علموتش معروفه ولی اینها بیشتر از پنجا و پنج قلعه بزرگ رو در منطقه ایران تا سوریه در تحت تصرفشون داشتند در هر کدوم از این قلعه ها پنشیش هزار نفر زندگی می کردند کتابخانه های بزرگ داشتند اطراف اون قلعه رو به مردم مسلط بودند و مالیات منطقه رو می گرفتند در حقیقت نوعی دولت در دولت بودند به این دلیل بود که پادشاهان سلجوقی با اینها پیوسته در جنگ بودند و به این دلیل بود که هولاکو نتونست با اینا سازش کنه و زد قلعه هاشون همه رو ویران کرد و اینها رو تارو مار کرد اینها در صورت لزوم دولت بردان بزرگ رو میکشتند فقط پیغامشون این بود که به ما کاری نداشته باشید اگر به ما کاری داشته باشید ما میکشیم ایتون قدرت نشون دادند و برای خودشون آدابی داشتند و رسوماتی داشتند از نظر فرهنگی بسیار بسیار اینها با اهمیت بود این رشته مذهبی بالاترین کتابخانه ها رو داشتند بزرگترین کتابخانه ها رو داشتند حتی کسانی که به عقاید دینی اینا چندان توجه نداشتند و اعتقاد نداشتند برای استفاده از این منبع عظیم کتاب های اینا به قلعه های اینا می رفتن. دو سال، سه سال، پنج سال مهمان اینها بودند مثل خاج نصیر مثلا برای اینکه از کتاب های اینا استفاده بکنه بالاترین حد کتاب هایی در زمینه حکمت و فلسفه در اختیار اینها بود یا به نوشته اینها بود خودشون تدوین کرده بودند تئوریسین داشتند نویسنده داشتند به حال جماعت با سواد و با فرهنگی بودند اینها زبدن جنگنده باز این جنگندگی و اون خصلت ها کاملا کاملا متفاوت است با تمام این قصه ها و داستان ها و تواریخی که تابهار نوشته شده و خوانده شده به اسماعیلیه که اینا هشیشیون بودن اینا حشیش میکشیدن اینا با حشیش کشیدن بهش درست میکردن برای مردم و اینطور مردم رو فدایی بار میاد اینا اینا همه قصه است اینها مردم متفکری بودند علاوه بر اینکه شمشیر زنهای خوبی بودند متفکر هم بودند اهل قلم بودند اهل علم بودند بگذریم تنها نهله ای که به زور شمشیر در مقابل اینها مقاومت کرد که سبب بزرگترین، گسترده ترین و طولانی ترین جنگ ها و خونریزی ها هم شد یعنی در یک دوران بیشتر از 300 سال پیوسته حکومت ها بودند که به قلعه های اینها حمله ور می شدند یا موفق یا ناموفق و در مقابل اونها دفاع می کردند که خب معلومه نتایج این جنگ ها و این حمله ها و این نابودی زمین های کشاورزی اطراف قلعه و روستاییان و اینا هم همه تو دل دیه. روزه می نداره من بگم این باز شدن فضا برای شیعیان و اینکه شیعیان ریختن بیرون از حالت تقیه بیرون آمدند سبب میشه که نهزت های شیعی از در عرفان و تصوف داخل بشه مثل گروه نوربخشیه مثل حروفیه اینها اعتراضاتی به مرکز قدرت داشتند و تا حدودی هم رنگ انقلابی داشت این رو هم من به شما بگم که تیمور خودش رو یکی از مجدان دین میدونست در حقیقت تاریخ اسلام آمده این مجدان دین رو تعیین کرده اسماشون رو گفته که در هر صد سال یک بار اینها ظاهر میشن که اگر اینها نبودن این خیمه و دستگاه فرو بیریخت اینها در حقیقت پایه ها و ستون های این خیمه عظیم دین و دینداری هستند اینا رو من به ترتیب یادداشت کردم که براتون بخونم که اولیش عمر ابن عبدالعزیزه از خلفای بعد معمونه بعد المقتدر بالله بعد ازد دوله دیلمیه بعد سلطان سنجره بعد قازانخانه بعد از قازانخان الجای توه بعدم تیمور حالا شما این لیست رو به این دلیل من یادداشت کردم براتون بخونم که متوجه بشیم که حتی موضوع مجدان دین تا چقدر میتونه پفالود و خالی از معنی باشه که آدمایی مثل سنجر، قازانخان، اولجایتو تو جز مجد اینا تمام کسانی هستند که ریاکارانه دین رو وسیله قرار دادن که پایه های حکومتشون رو مستحکم کنن کاری هم, کاری هم که تیمور کرد این آدمی که خودش مجد مجدان دین میدونه می اگر نگیم بیشتر از چنگیز خان کمتر از اونم خون نریخت و خون هایی که میکرد اصلا دلیل واضح و روشنی نداشت اسم تمام این خون ریزی ها رو میگذاشت قضاوات یعنی من در راه اسلام دارم تیغ میزنم و شمشیر میزنم اما یکی دوتا شما براتون مثل اینکه گفته باشم در حمله به گرجستان وقتی گرجستان تصرف کرد دستور قتل عام مردم رو داد سربازانش ریختن به کشتار مردم و قتل عام و قارت کردن اموال مردم بعد از سه روز قتل عام حاکم گرجستان پیغام فرستاد که آقا اون اسبی که شما میخواید ما به شما میدیم دیگه مردم رو نکشید پیغام هم میگه که بدید ما بریم و اون اسب رو میارن میدن به تیمور و تیمور لشکرش جمع میکنه و میره شما رو به خدا ببینید که این یه اسب خواسته اون اسب رو مزاقه کردن که بهش بدند برای اینکه این اسب این رو بگیره لشگر کشی کرده این لشگر کشی یعنی عبور هفتاد هزار نفر سواره و پیاده از منطقه به گرجستان در طول این راه هر چی روستا و مزرعه بوده یا پایمال شده یا غارت شده برای تامین آزوقه این لشکریان بعد اون جنگ رخ داده بعد پیش هفتاد هزار نفر در این جنگ و در اون قتل عام پشت سرش کشته شدند همه اینا به خاطر یک اسب در سفر به هندش برای هر جنگی هم قبلا یک اختاریه یک نامه یک اعلامیه می نوشته به مردم میداده که این جنگ جنگ اسلامیه در, صف... در حمله به هند هم نوشته که ماش به ما خبر دادند که پادشاه هندوستان در همجواری با کفار هیچ اقدامی علیه کفار نمی کند و با آنها روابط حسنه دارد ما برای تنبیه این آدم و نشر اسلام به هندوستان حمله میکنیم حالا باز این حمله باز عبور این لشکریان باز قتل و عام و نمیدونم قارت مردم روستاهای مسیر راه تا برسن و جنگ و خونریزی و بعد قتل عام دهلی و گرفتن اسرا و قناعم فوق قولاد زیاد و برگشتن که مورخین نوشتند مثل اینکه براتون یک بارم گفتم که انقدر تعداد اسیرانش زیاد بوده که دستور میده که هر سربازی 15 نفر اسیر رو سر ببرند که از همینا رو راها نکرده باشه همینا رو به خودش حرکت نداده باشه و یه شیخ الاسلامی هم در اردوی نظامیش بوده که میگن اون در عمرش گوسفندم نکشته بوده یه مرغ هم نکشته بوده این بدبخت هم مامور میکنن که تیغ دستش میدن که پونزهت تا سر ببره و او هم میبره بله این جمع از داد بودن تیمور در تمامی ازلا در تمامی ساعتهای زندگی اجتماعی یک مردمی اثر میگذاره اینطور نیست که ما فقط امروز بگیم که تیمور آدمی بوده جمع ازداد ریاکارانه اسلام پروری میکرده اما عملا مسلمان کش بوده خودش در مقدمه حمله به چین اذعان کرده میگه ما به دلیل اینکه در جنگ قبلی مسلمانانی خواسته و ناخواسته از دست ما و لشکریان ما آسیب دیدند به منطقه کفار میریم که آنچه که کشته میشه از کفار کشته بشه و برای نشر اسلام مفید باشه به این دلیل راه چین رو پیش میگیره چون خبر شده بوده که اونجا هم مکنت و ثروتی هست باید بره قارت کنه که خوش وقتانه در راه سفر چین میمیره و یه دنیایی رو از شر خودش این آدم راحت میکنه حالا برگردیم به حرف اولیه ما صحبت اولیمون این بود که آل و تمام آثار منفی که در جامعه ایران گذاشته نوز گرفتن و قدرت گرفتن شیعیانه حتی یک بار که از عثمانی برمیشت تیمور با جد بزرگ همین صفویه شیخ صف... یکی از نوادگان شیخ صفی به نام خاج علی سیاه که به اصطلاح اون موقع قطب و مرشد بوده و در اردبیل زندگی میکرده در راه برگشت بهش میگن که اینجا یک پیری هست که شما باید برید به ملاقاتش به دیدارش برای اینکه این, این سید هست و این حرفا که البته مورخین گفتن که سید بودن نوادگان شیخ صفی کذب محضه دروغه خودشونو رو کرده بودن به امام جعفر صادق اما واقعیت نداشته بگذاریم و این میره و با شیخ دیدار میکنه و در پایان دیدار به شیخ میگه که از من چه میخواهی بگو که به تو بدم این میگه این هفتاد هشتاد هزار اسیری که از روم اووردی اینا رو ببخش به من میگه باشه اینا رو میبخشم به تو این اسرا رو میده به شیخ علی سیاپوش و میره اونها میشن مرید آقا و چون همین شیخ علی سیاپوش میدیده که باد به بیرق شیعیان میخوره تا اون موقع خودش و اجدادش همه سنی بودند مذهب شیعه رو قبول میکنه تمایل به شیعه پیدا میکنه و این خاندان از این لحظه به بعد شیعه میشن که قبلا سنی بودند خب این معلومه که یه اثرات اجتماعی بسیار بسیار بزرگی وجود داشته عواملی وجود داشته که ایشون رو سوق داده به اینکه این, این کارو بکنه دیگه خب نیت باطنی هم رسیدن به قدرت با حواس اون باشه اثر به بعد که اینکه به قدرت رسیدند اما این داستان رو شیخ علی به نحوه دیگری اعلام میکنه به مردم اون گروه میان و میشن مرید آقا و اسمشون هم میشه روملو چون از روم اومده بودن که به منطقه ترکیه مردم میگفتن روم اینها به روملو معروف میشن میشن یک قبیله ای در ایران و ماندگار میشن پیوسته و یکی از هفت قبیله ای است که صفویه رو کمک میکنن که به قدرت برسه اما شیخ علی سیاپوش نمیگه که من به تیمور گفتم این اسرا رو بده و اونم داد میگه من به تیمور گفتم که این اسیران رو اینها مریدان من هستند اینها رو به من بازده تیمور گفت من از کجا بدونم که همه اینها مریدان تو هستن یا چه کسی تو این گروه مرید توست و چه کسی نیست من گفتم تمام مریدان من یک دستمال قرمز در جیب لباسشون هست رفتند این اسرا رو به صف کردند یکی که اینها رو جیباشون رو گشتن و دیدن بله یه دستمال قرمز تو جیب همه اینا هست من این معجزه رو کردم که این هشتاد هزار نفر رو نجات بدم این داستان این معجزه مثل توپ تو منطقه میترکه و به سرعت فراگیر میشه به همه جا میرسه از طرف غرب به عثمانی از طرف شرق به تمام خطه ای ایران زمین که این مرشد بزرگ چنین معجزه‌ای کرده در مقابل تیمور و رفتن و دیدن تو یکیه که این آدما تو جیبشون یک دستمال قرمزه داستان قزلباش هم در حقیقت منشأش همین دروغی که ساخته شد حالا در نتیجه مریدان فرزندان شیخ صفی دین نوادگان شیخ صفی دین از این به بعده که زیاد میشن دیگه این معجزه است این معجزه این دیگه یه کسی است از اولیاء و انبیاء این رو هم به شما بگم که در این ادوار تاریخی از اولیاء و انبیا شدن نمونه های بسیار بسیار زیادی داریم هر کسی که یک نهله فکری به وجود می آورده یک شعبه ای در اسلام به وجود می آورده که می دونید که اینها به 284 یا 283 فرقه مختلف میرسه که تا قبل از قرن پنجم اینها در شرق اسلام به وجود آمدند و مردند و رفتند یا بعضیاشون موندند فقط مسئله شیعه و سنی نیست و هر کدوم از اینام اسم اون رهبر اولیه رو اون امام اولیه رو رو خودشون گذاشتند حالا یارو میشه نجاریه مثلا برای اینکه رهبر اولیه ی آدمی بوده به نام نجار یا شغلش نجاری بود اینا دیویس هشتاد هستن اگر بخواید این رو مطالعه بکنید یه کتابی هست به نام فرق فرق بین فرق الاسلام همچین چیزی در دو جلده تمام اینا رو براتون شرط داده که هر کدوم اینا چجوری شد که به وجود آمدن چجوری شد که از بین رفتن ولی همه اینا اون امامشون وقتی میمیره مریدان میگن این نمرده این بر میگرده مهدی قائب ما اینه نه تنها 267 تا 280 چند تا بلکه بیشتر از 500 مهدی قائب در نهله های فکری مختلف در طول تاریخ اسلام در منطقه ایران به وجود آمدند و از بین رفتند همین نور بخشیه هم که در حقیقت اعتراضی داشتند به مرکز قدرت و اتصال مرکز قدرت به سنون و حتی حالت جنگندگی و تهاجم هم داشتند به سرعت هم پیروانی پیدا کردن در ایران نفر بعدیشون حروفیه بود اون حروفیه که دیگه خیلی باوذه بود او میگفت من به اسرار حروف پی بردم در حروف اسراری هست که همه کس نمیدونند و فقط اولیا و انبیا میدونن و من جزو اولیا هستم و میدانم که تمام معنی قرآن رفته تو بسم الله الرحمن الرحیم و تمام معنی بسم الله الرحمن الرحیم رفته تو بی بسم الله الرحمن الرحیم بعد یه نفر دیگه پیدا میشه نقطویه نقطه ای میشه میگه حالا تمام معنی بی بسم الله الرحمن الرحیم رفته تو نقطه بی بسم الله الرحمن الرحیم اینا همه مریدانی پیدا میکنن اما این آدم این آقای حروفیه ادعای الوهیت میکنه میگه من خودشم اصلا وقتم در این برنامه تموم شد در برنامه بعدی دنبال این صحبتی میگیریم که انشالله بتونیم یه جنبندی از این ماجرا داشته باشیم فعلا شب روزتون بخیر